ما بچه که بودیم تازه از این موضوع خارجی اومده بود و روی هر کدوم مارک زده بود و احساس میکردن چقدر هر یه دونه میوه چقدر مهمه و خب نمیدونستم راستش بخواید که هر کدوم اینا رو توش روش حاوی اطلاعات مهمیه. از اونجایی که میدونستم که هی با قوانین بازی میشه، اینا رو میارن، کشاورزامون آسیب میبینن، ورشکست میشن، میوه رو دستشون میمونه، به قیمت نمیتونن بفروشن و به این دلیل من میوه‌ای که سعی میکردم میوه‌ای که مارک داره یعنی خارجی رو دیگه نخرم وقتی بزرگ شدم، ولی باز هم همچنان نمیدونستم که این برچسبا چه معنی میده. خب ولی اینجا بلایی سرم اومد که دیگه قشنگ رفتم روش مطالعه کردم و این توصیه رو میکنم که عزیزانی که تازه اومدن اینجا چه عزیزانی که ایران هستن حتما این چیزا رو مطالعه کنن. به هر حال اینا قوانینیه که توی دنیا هستش، ما اگر ازش اطلاع نداشته باشیم دلیل برای نیستش که آسیب نبینیم. اما اینا چه معنی میدن؟ هر کدوم اینه یک کد داره. اگر که این کد با شماره 4 شروع شده باشه یعنی اینکه جی ام او نیست، ولی در رشد این محصول از سم استفاده شده و بعضا هم سم ها خطرناکن. جی ام او مخفف ژنتیک مودیفای ارگانیسم، یعنی اینکه ژنشون دستکاری شده. پس شماره 4 ژنش دستکاری نشده اما تو پرورشش سم و کود قوی استفاده شده. میوه هایی که با 3 یا 8 شروع میشه ژنتیک دستکاری شده یعنی جی ام او هستن و میوه هایی که ارگانیکم و سالمن با شماره 9 شروع شده. خود آمریکایی یه شعر نو ساختن که میگه 3 or 8 I hate it. It's GMO. 9 is fine. Organic. شعر نو دیگه. آره نه، توی همه محصولات کشاورزی دقت کنید، یعنی نون که از گندم به دست میاد یا از ذرت، چیپس و سیب زمینی هم که استفاده میکنید حواستون باشه که اینها هم میتونن ژنتیکی دستکاری شده باشن یا نشده باشن. خیلی خوبه که این ریویو ها رو بخونید، این بازخوردهای مردم رو بخونید، مخصوصا مردم آمریکا که سال هاست این محصولات تو کشورشون کشت میشه. خب خیلی هاشون میگن اصلا حق نداره که این جی ام او وارد خونه من بشه. خیلی برندهای معروفی که شاید باور نکنید و تو ایران برند لاکچری هستش و اینا و خب مردم خوب پول میدن بابتش، اینها اکثرا جی ام او هستن. حالا من به این بحثش کار ندارم که این جی ام او اینها میتونه خیلی استراتژیک باشه، مخصوصا روی محصولی که خودش هم اصلا کالای استراتژیکه مثل گندم که غذای اصلی مردم به حساب میاد. میدونید که میتونن ژن رو دستکاری بکنن، اگر یک سری به شما محصول میده سری بعدی به شما محصول نده، یعنی ژن رو عقیم میکنن و خیلی این کارو الانم میکنن برای حشیش و این چیزا که مردم هی میخوان که گرون هستن، میخوان مردم برن از خودشون بخرن، یه کاری میکنن که عقیم باشه و مردم هی هر دفعه هم حتی اگر هم بخوان حشیش بکارن اینجا توی آمریکا هی برن ازشون بخرن و خب یعنی در اصل وابسته باشن. من هیچ کارم نه رهبری ام نه رئیس جمهورم که بخوام به این مسائل فکر کنم، من به سلامت خودم و به سلامت شما فکر میکنم و خوبه که ما اینا رو بدونیم. اون اول هم دولت آمریکا قایم میکرد که داره این محصولات رو میده مردم آمریکا، خب کلی تظاهرات و اینا کردن که این برچسب‌ها زده بشه روی محصولاتشون، بدونن حداقل چی دارن می‌خورن. گفتن خب حق ماست که بدونیم چی بخوریم. اینجا خیلی تاکید میشه که خانمایی که بار دارن از مواد جی ام او استفاده نکنن، یعنی نون، برنج، غذایی که می‌خورید، نونایی که نان جی ام او ان، یعنی ژنتیکی دستکاری نشدن، خیلی سخت پیدا میشه. باید دقت کنید. یک برچسب همین پروانه کوچولو هستش که اینو سازمان مواد غذایی آمریکا می‌زنه روش. این یعنی که توی اون کارخونه‌ای که اینها تولید میشه هیچ گونه محصول جی ام او ای حق نداره بره و نمیره سالمه. اما اون تیکش که خیلی بده اینه که باید خیلی دیگه الان پولدار باشی که بتونی یه غذای عادی سالم بخوری. معمولا این چیزه که جی ام او هست و ژنتیکی دستکاری شده خیلی قیمتشون ارزونه و همینطور اونایی که سمپاشی قوی داره مثلا میگن که با فلان ماده بشورید با فلان ماده بشورید، ولی خب موضوع اینه که سمیو که به میوه میزنن از خود پوست، این نیستش که روی پوست میوه بمونه، این سم داخل خود میوه میشه و همین هینی که میوه رشد میکنه سم هم توی میوه هستش و ما به هر حال وقتی که اینو میخوریم سم رو وارد بدنمون میکنیم. اونایی که درآمد از متوسط به بالایی دارن سعی میکنن که اونا رو نگیرن. حالا اینا رو ببینید، یه قیمت ها رو نگاه بکنیم. این خیاره که هر پوندش این هر 450 گرمش 3 دلاره و همینطوری قیمت ها رو لطفا دقت بکنید که این کدوه هر
450 گرمش 3 دلار و همشون. اینم خیار ترشیه، یعنی برای هر 450 گرم غذای ارگانیک 3 دلار بخوایم چیز بکنیم. ما تو ایران این نعمت رو داریم و متاسفانه مدتیه که این محصولات جی ام او هم وارد خاک ایران شدن و بدون اینکه مردم بدونن کشت میشن و این تنها اتفاقی که میفته یک فاصله بین فقیر و غنی به شدت ایجاد میکنه. So here I'm trying. Here is a farmer market. I'm trying this one. 5 2 2 0 0 This one? Like half of the taste of the Iranian one. The one which you have in can. And the price is... اینا نصف پنده، هر پوند 450 گرمه و قیمتش هم این نصف پوند هست 5 دلار. و همشون هم ارگانیکه. آقا میگن که همه این هم ارگانیکه و نه جی ام او نیستش و خیلی طبیعیه، یعنی تخم این گیاهان اصیله. این هم ارگانیکه، هر پوندش 8 دلار. هر خیلی زیاده، بعضی ها میگن که شرکت های بیمه اونه میدونم چی و چی دست به یکی کردن، میخوام بر مردم مریضی و سرطان تولید کنن، که خب من نمیدونم، اینا رو باید تحقیق کنیم. من فقط چیزایی رو که شنیدم بهتون میگم که فقط مشتاقتون کنم برید تحقیق بکنید. و خب البته بعضی موقع هم آدم باور میکنه، چون وقتی که دکتر میره کسی که سرطان گرفته بهش میگه که دیگه این مواد رو مصرف نکنه، میوه‌ای که سمپاشی شدن. بعضیا میگن که حتی مثلا خیلی اثر گذاشته بعضی از غذاها روی ژنوم مردم و اونا رو راغب به جنسی همجنسگرایی کرده. میگم خیلی حرف هست، حالا کدوم راسته کدوم دروغه کدوم شایعه است کدوم چنه. خب یک چیزایی هم آدم تو جامعه میبینه که میگه اوه نکنه که خیلی راست باشه، یا نکنه که مثلا، به هر حال خوبه که آدم تحقیق بکنه روشون. باورتون نمیشه، یعنی یه جوری شده که محصول عادی که تا چند وقت پیش عادی بوده حالا دیگه سخت پیدا کردنش، یعنی حالا همه باید محصولات دستکاری شده رو بخورن. بعد اگر محصولی عادی باشه، به قول خودشون ارگانیک باشه، اون تازه مخ میزنن چیز میکنن تو بسته‌بندی خاصی که حالا شما بدونی که این محصول دستکاری نشه. خب برعکس باشه، بیشتر باید محصولات خوب و عادی زیاد باشه، اونه که دستکاری شده باید کمتر باشه. ولی حالا نمیدونم، بعضی میگن چون که آب کم بوده یا حشرات زیاد بودن و اینا جن دستکاری کردن که حشرات نمیان اینا رو بخورن. حشره و موجوداتی که توی این اکوسیستم زندگی میکردن کنار همه این مواد غذایی، ما اونها رو وقتی که از بین میبریم، یک اولین چیز اینه که خود خاک آسیب میبینه. خیلی مواقع خاک دیگه توانایی کشت محصولات سالم رو دیگه از دست میده تا مدت ها. خیلی حرفا از روش دیگه، حالا یه بخشش به سیاست ها برمیگرده، یک بخش زیادیش به آگاهی مردم برمیگرده. تا جایی که من میدونم مردم تولیدکننده جی ام او هستش و اینا و به همه جا صادر میکنه، داخلش حق ندارن جی ام او کشت بکنن، یا مردم اروپا اجازه ندادن که جی ام او وارد خاکشون بشه. و تا جایی که من میدونم، باز میگم تحقیقات دست و پا شکسته من، اما بگم چی شد که من برام مهم شد این چیزا. من مولا تو ایران با خوردن میوه من هیچ وقت مسموم نشده بودم، یعنی کلا مسموم نشده بودم. همیشه مسافرت میرفتم، مسافت‌های طول هم مسافتی که هر روز من تو سر کار میرفتم، خارج از شهر میرفتم چیز بود، خیلی مواقع سر راه میوه میگرفتم، چه تو راه رفت چه تو راه برگشت، و تو ماشین میذاشتم. و مثلا اگه سیب بود من پاک میکردم با لباسم یا با دستمال کاغذی و گاز میزدم میخوردم، یعنی با پوستش با چیز، و هیچ وقت من هیچ چیم نمیشد. یادم میاد که بعضی موقع بعضی گوجه سبزا مزهش متفاوت از گوجه سبزای دیگه بود و معلوم بود سمپاشی شده. اون موقع من نمیدونستم، یه خورده مزه متفاوت بود، یه حالت گسی خوشایند نه خیلی ناخوشایندی داشت، یه مزه‌ای داده بود. و همینطور بعضی از انگورا، یعنی حتی میشد سیباز مزهش رو حس میکردی که این متفاوت از بقیه انگوراست. اتفاقی که اینجا برام افتاد
یک بار توی اسباب کشی بود و خب من میوه رو خریدم تو ماشین گذاشتم و همینطور انگورا درشت بود با دست کاغذی قشنگ پاک میکردم چون یه لایه همچین لطیفی هم روش خاک و اینا فکر میکردم خاکه ولی نگو سمه اونا رو پاک میکردم و میخوردم. دو سه ساعت بعدش قشنگ کنار لبم من زخم شد و همینطور لبم خیلی حساس شده بود، کل بدن من همه اینجا ورم کرده بود، خیلی برجسته انگار که سوخته بود مثل آب جوش ریخته باشه، اونطوری تاول زده بود همه اینجا و همه دستم، یعنی لباس من خیلی اذیت بودم، میخواستم تکون بخورم و من حتی دوش میخواستم بگیرم، آب که میخورد به بدنم انگار قشنگ آب روی زخم باز ریخته میشد و خارش شدید کلافه میشدم، نمیتونستم بخورم چون اصلا دیگه پوست میگم حس زخم خودش مثل زخم شده بود و دیگه خارش بدترش میکرد. این قضیه برای من دو هفته طول کشید تا این علائم رفت. اون اول نمیدونستم از چه، نمیدونستم از میوه است، حد زدم که ممکنه که از سم میوه ها باشه، برای همین دیگه میخواستم میوه بخورم خیلی میشستم، یعنی دو سه بار میشستم این سیب و اینا رو حتی با اسکاچ و چیز با خود ماده‌ای که سم رو توی فروشگاه ها میفروشم برای شستشوی میوه و سبزیجات همون رو استفاده میکردم، هم بازم چیز نمیشدم چون میبینی بدنم ترسیده شده بود که دلم نمیخواست که دوباره اون 15 روز رو بخوام دوباره تحمل کنم. اینجا بود که فهمیدم میوه‌ای که سم پاشی شده باشه حتی اگر خیلی بشوریش، حتی اگر پوستش رو بکنی، باز هم من اینا رو که می‌خوردم، نه اینکه بدنم خیلی حساس شده بود، یه لایه زیر پوستم تا 3-4 ساعت همینطوری هی حس خارش داشت و سردرد شدید. من تازه فهمیدم که چرا از وقتی اومدم آمریکا همچین شارپ نیستم. سردرد خیلی داشتم که نمیدونستم برای چیه و یعنی سردردهای نیمه و اینا میومد و میرفت و بعد از این اتفاق فهمیدم که قشنگ هر کدوم اینا چقدر رو من اثر داره.